رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی راجع به دنباله وضع و شرایط روح علمی رو میگیرم، ولی قبل از اون البته مطلب خیلی زیاده راجع به جنگ حماس با اسرائیل و اسرائیل با اهالی غزه. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری و البته خود سیاست اسرائیل برای روی کار آوردن حماس و تضعیف به سازمان آزادی بخش فلسطین جهت اینکه کشور فلسطین تشکیل نشه در این ماجرا دخالت داشته، دخالت آگاهانه. باید مواظب دروغ‌های هر دو طرف بود و همیشه در عالم سیاست از جمله این جمله کنفوسیوس رو به یاد داشت که به حرف‌هایشون گوش بدهید و از اعمالشان قضاوت کنید. ضمن آنکه حمله حماس به اسرائیل همانند حمله نتانیاهو به اهالی غزه هر دو جنگ مذهبی و محکوم است، زیرا در عصر علم جدال دو دین جدال دو توحشه، هیچ لغت دیگه ای نداره و جنایت آشکاریست علیه مردمان بیگناه. البته به قول آقای لوی که سخنرانیش بسیار جالب بود، که از در تل آویو یک روزنامه هست مشهور، ایشون نویسنده روزنامه هست، بله، نباید جایگاه قربانی یعنی مردمان مورد تجاوز و جلاد یعنی افراطی های حماس در نهایت به رهبری خامنه‌ای و افراطی های یهودی به رهبری نتانیاهو رو عوضی گرفت. نه به مردمان یهودی تعمیم داد و یهودی ستیزی که در دنیا الان تند شده به دلیل رفتار آقای نتانیاهو، و نه اسلام ستیزی کرد، مسلمان ستیزی کرد، مردمان بیگناه رو کشت به عوض اینکه با حماس جنگ میکنه. در تحلیل تاریخی و استراتژیک ملت فلسطین تاکنون قربانی اصلی بوده است که تقاص جنایات هیتلر و نازی ها را در عقد گشایی خود مرکز بینان در اسرائیل داده و میدهد. این جمله خردمندانه یادمون نرود، مال نیچه است: اگر با اسلحه دشمنت با او به جنگی همانند او شده ای. در مبارزه با برتری نژادی آریایی نازی ها وقتی مدعی قوم برگزیده خدای موهوم، همه خداها موهومند و اسم بی مسما یعنی یهوه خدای پدر مسیحی، الله اسلام، اهورامزدای زرتشتی، برهما و غیر باشی، خود مشابه همان جنایات شنی را مرتکب می شوید، همانند هیتلر یا نظایر او شدید. یه بیانیه هم جبهه ملی فرستاده بود، جبهه ملی اروپا و سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور، با عنوان جنگ حماس و اسرائیل جنگی علیه مردمان منطقه است، که عزیزان خواستن
در از سایتشون میخونند. در کلاس دهم دیوان ناصر خسرو رو من از آ تا زد علاقه من شده بودم خوندم، الف تا یه که مرحوم پدرم ارثش بود، ایشون در همون کلاس دهم پدر و مادرم از دست دادن. پدر بزرگم آقای سید حسین صدر اشرافی که از دوره احمد شاه وارد اول صلحیه شده بود که بعد نامش به عدلیه و عداد گستری تغییر یا ایشون تا 1128 رئیس صلحیه، بعد عدلیه، مراغه، اودلاجان تهران و کرمانشاه، ارومیه و تبریز و بودن. یه عمر تجربه کرده بود، در حد اجتهادم در نجف تحصیل کرده بود که برگشته بود، محمد علی شاه رفته بود، احمد شاه برگشت. اومده بودن تبریز، دایی بزرگم آقای میرزا جواد سلطان قرایی برای دیدنشون اومده. من این بیت ناصر خسرو رو خوندم، فکرم میکردم خوب گفته: ز کفار مکه نبود هیچ کس به دل ناشده سوگوار علی. یعنی اهالی گرش هر کسی که بود، خاله، عموش، داییش، پدرش، شوهرش، پسرش کشته شده بود به دست علی، لقبش قتال العربه. ناصر خسرو هم شیعه شیش امامی بسیار متعصبی بود، یعنی اول سنی بود بعد شیش امامی شد در مصر رفت و او را جز افتخارات علی محسوب میکنه. هر دو داییم و پدر بزرگم تایید کردن که راست میگه. داییم گفت تمام قریش اهل مکه رو خونی کرده بود. پدر بزرگم برگشت گفتش که تجربه خرد داشت، گفت خون که نمیخوابه آقای نتانیاهو، داری دشمن تراشی میکنی ده ها صد ها، خون که نمیخوابه آقای حماس، آقای خامنه ای. بنا به تجربه 30 سالش در عدلیه، عقل و خردش به اون ایمان مذهبی غالب بود. در اعتراض گفت بله راست میگه و مسئله گفت گانیاتماس، خون نمیخواد، آرام نمیگیره. ادامه داد به این سبب خود علی و 10 فرزندش 11 امام رو، امام غایب هم که الحمدلله فعلا غایبه، هیچ کدوم با مرگ طبیعی نمردن، همه رو کشتن. بنابراین قصاص فردی یا دولتی یا قومی مسئله بسیار زیبایی هم در این مورد در باز در ترکیه است. گانه گانه نان یوماز، خون رو با خون نمیشورن، با آب میشورن. اون باز خونیه، این خونها که ریخته میشه، این کودکان فردا هر یک میتواند به یک عامل جنایت مبدل شد. راحل تشکیل دولت فلسطین و بخشش متقابل مثل گاندی و آفریقای جنوبی. برای این کار انسانهای همانند مهاتما گاندی و نیلسون ماندلا لازم است، نه حیوانات درنده. در دو طرف آیا اسرائیل و فلسطین قادر به زاییدن چنین بزرگانی در سیاست خواهند بود؟ امیدوارم. به هر حال در جاهای مختلف هم از جمله رادیو بین المللی فرانسه مطالبی بود که دیگه
من از همه اونها میگذرم و قتل منوس مهرجوی زنده یاد و خانمش به هر حال واقعا فاجعه آمیز بود و به هر حال یک دوست کلیمی دانشمندی دارم که همه در ایران بدون استثنا منم یکیش صفر میخوند. ایشون گفتن سفره به معنای کتاب دیگه، صفرم به معنای اسوار فکر میکردن، با سین با نباسات. بله، در مورد سخنرانی هفته قبل، یعنی سخنرانی قبلی، نه هفته قبل، سخنرانی قبلی، مطلب زیر را برایم فرستادن. من هم جوابشان را دادم که هر دو را بازخوانی میکنم. نوشته ایشان کامل و کوتاه، همیشه از ایشان آموختم. از جمله خطای عمومی رو که اسوار رو گفتم، اسمشون رو نمیادم چون اجازه ندارم. سلام خدمت استاد ارجمند. آلمان هیتلری اردوگاه آشویتس را بمباران نکرد. یک پرو یهودی بود، میتونست همه را قتل عام کنه، کار میکشید میکشت. جنایت بالاتر از کشتن بود. اون استخونهای یعنی کار شدید، غذای کم. بله، دولت اسرائیل که خود را نماینده ایشون مینویسه، آلمان هیتلری اردوگاه آشویتس را بمباران نکرد. دولت اسرائیل که خود را نماینده قوم برگزیده می‌داند، در حال بمباران بزرگترین زندان سرباز، یعنی غزه، سرباز جهان است. منظور غزه. نتانیاهو تمام سعی خود را مبذول داشته تا هیتلر نتانیاهو تمام سعی خود را نتانیاهو تمام سعی خود را مبذول داشته تا هیتلر و حکومت او را توجیه کند. با احترام، سلام من به شما، به شرافت شما دوست عزیز. من نوشتم دوست بسیار ارجمند آقای چند نقطه، چنان که در سخنرانی پنجشنبه 11 اکتبر 2023 اشاره شد، در میان مردمان بنی اسرائیل افراد انسان دوستی چون شما و آقایان گیدین لوی، نوام چومسکی بزرگ و شالامو ساند، جورج سبا، اینا رو من اضافه میکنم که سه جلد کتاب نوشته، بسیار بی نظیر در فرانسه، ریشه مصری یهودیان، لز اوریجین ایجیپسیان دی زبرو، یا به اصطلاح سر خروج، کتاب دوم سر تورات و کتاب سوم سر یهودی. آلن دیکوف و خانم هانا آرنت و غیر زیاد. به داشتن دوستی اندیشمند و انسان دوست چون شما افتخار میکنم. با مهر و دوستی زیای صدرلش. باز یک دیمیتری شومیسکی، باز در همون مجله آرتس، مطلبی نوشته. نوشته نتانیاهو به یک حماس قوی نیاز داشت. بله، نتانیاهو از زمانی که در سال 2009 برای بار دوم به قدرت رسید، من اینو از ایشون یاد گرفتم که گفتم،
یک دکترین سیاسی مخرب را ایجاد و ترویج کرد که بر اساس آن تقویت حماس و تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین به نفع مردم اسرائیل است. به خطا مردم اسرائیل منافعشون در دوستی با همسایگانه و سلام. هدف از این دکترین ایجاد انشعاب بین حماس در غزه و تشکیلات خودگردان فلسطین در کنار باختری و در نتیجه حفظ بنبست سیاسی و رفع خطر مذاکره با فلسطینی ها و به شکست کشاندن کامل ایده چاره دو کشوری و تقسیم سرزمین بین دو کشور، بین اسرائیل و فلسطینیان برای همیشه بود. به لطف این راه برد حماس از یک سازمان تروریستی به ارتشی کارآمد و مرگبار با نیروی آموزش دیده و بیرحم تبدیل شده است. قطر و ایران هم قشنگ کمکش. مستندات خوبی برای این ادعا وجود دارد. در سالهای 2012 تا 2018 نتانیاهو به قطر اجازه داد که در مجموع حدود 1 میلیارد دلار به غزه، یعنی به حماس، منتقل کند و حداقل نیمی از این مبلغ در اختیار حماس از جمله بازوی نظامی آن قرار گرفت. به گزارش جروزالم پست یا جروزالم پست به فرانسه، نتانیاهو در نشستی غیر علنی با اعضای لیکود در تاریخ 11 مارس 2019 دلیل این اقدام را این گونه توضیح داد: انتقال پول بخشی از استراتژی جدایی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری است. هر کس با تشکیل دولت و کشور فلسطین، ایده دو کشوری و تقسیم سرزمین میان اسرائیل و فلسطینیان مخالف است، باید از انتقال وجوه از قطر به حماس و تقویت حماس حمایت کنند. کلمات قصار آقای طلایی آقای نتانیاهو. این گونه است که ما تشکیل کشور فلسطین را خونسا خواهیم کرد. یکی از نزدیکان نتانیاهو، سرلشکر گرشون ها کوهن، در مصاحبه با ینت در 5 مای 2019 بعد از آقای نتانیاهو گفت: حقیقت را باید گفت. استراتژی نتانیاهو جلوگیری از گزینه دو دولتی و تقسیم کشور است. به همین دلیل است که او حماس را نزدیکترین شریک خود قرار داد. در بعد آشکار حماس دشمن، در بعد آشکار حماس دشمن و در بعد پنهان او متحد ماست. توییت کانال 13 در 20 می 2019 به نقل از سخنان حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر، دو نقطه: نتانیاهو علاقه ای به راه حل دو کشور ندارد، بلکه میخواهد با تقویت جناح غزه، یعنی حماس اسم نبود، بین غزه و کرانه باختری جدایی ایجاد کند. او در اواخر سال و جمهوری اسلامی هم در کنارش، بله، او در اواخر سال 2010 به من این را صراحتاً گفت. مبارک میگه مبارک این مطلب را در مصاحبه با روزنامه کویتی الانبا هم بیان کرد. معنای این چیزها بسیار وحشتناک است. شومسکی می نویسه:
اما درک آن برای درک شرایطی که در آن قرار داریم ضروری است. نخست وزیری در اسرائیل با نخست وزیری در اسرائیل با دستان خود آگاهانه و حساب شده یکی از متعصب ترین دشمنان اسرائیل هیولای نظامی حماس را پرورش داد، دشمنی که آشکارا خواهان نابودی ماست، فقط برای اینکه از ایده دو کشوری جلوگیری کند. با این کار نتانیاهو بی فروا به جان شهروندان با جان شهروندان اسرائیلی قمار کرد و شنبه گذشته صدها نفر از آنها واقعا با جان خود هزینه این قمار احمقانه را پرداختند. ایرس لایل روزنامه نگار اسرائیلی به درستی نوشت این دولت رودخانه های خون روی دستانش است و باید به طور صریح و مشخص اعلان کرد که کسی که مسئولیت اصلی کشتار شهرها صدها شهروند اسرائیلی را توسط حماس به عهده دارد بنیامین نتانیاهو است. به لطف تزریق میلیون ها دلار قطر به غزه که نتانیاهو بارها در جمع دوستانش در حزب آن را به عنوان بخشی از سیاست عمدی و بدخواهانه ای که هدف آن دفن نهایی راه حل دو دولتی است یاد کرد و به لطف این راه برد حماس در مدت بسیار کوتاه توانایی های نظامی فوق العاده ای را برای خود دست و پا کرد و با نتایج هولناک جنگ فعلی مواجه شدیم. پوتین هم با اینکه با نتانیاهو نزدیکه، اخلاقشون به همش نزدیکه، ضمن انتقاد شدید از محاصره نوار غزه آن را به محاصره لنینگراد به وسیله نازی ها در جنگ جهانی دوم تشبیه کرد. این بخش اظهارات پوتین برای اسرائیلی ها بسیار دردناک بود، به خصوص دست راستی هاشون. بله، و به شدت از اینکه آنها با نازی ها تشبیه شوند تنفر دارند. راه حل های چینی همانند مولوی عبدالحمید خردمند بلوچ بهترین است. به رسمیت شناختن دو دولت فلسطین و به اصطلاح توقیف شهرک سازی و توسعه طلب. بسیار ممنونم، من دیگه مطلب زیاده، دیگه تا همینجا کفایت میکنم. برگردم به کتاب خیلی نادر کم نظیر وضع و شرایط روح علمی ژان فوراسیه، کتابی در مورد جهل و جهالت نوشته نشد. این دوتا با هم جهل و مجهول فرق دارد. مجهول اون مبهماتی است که میدونیم مبهمه، راه حلش رو پیدا نکرد، تا کنون نتونستیم سرطان رو معالجه کنیم مثلا، مجهوله، جهل نیست. این که قبل از بیگ بنگ چی بوده ما نسبت بهش جهل داریم، مجهول نیست، نمیدونیم، راهی هم نداریم که بدونیم. این که انسان ها دقیقا چه روزی چه دقیقه خواهم مرد بهش جهل داریم، مجهول نیستن. میتونیم بکشیم اون جدا دولت ها، اما علم چیز نداره. این دوتا رو از هم جدا کنیم، جهل رو که خیام هم به درستی تمام معبدها را که انسانها را به عبد تبدیل میکنه، بنده تبدیل میکنه، مسجد و کلیسا و کنیسه و نمیدونم آتشکده و بت خانه ها،
همه رو دارالجهل نامید. جهله، خدا جهله، پیغمبرها آدم های بزرگی بودن. چرا؟ اون جامعه در اون مرحله تاریخی نمیتونست غیر از پیغمبر چیزی بذار. زمان پیغمبر اسلام هم یکی 40 سال قبل بقیه 4 تا هم پیغمبر ظهور کرده بود. یعنی عربستان در حال پیغمبر، اونجا نمیتونست دانشمند بیرون بده، فیلسوف بیرون بده، ولی خدای همه موهومه. به جای حمله به پیغمبر یا دین، خدا کلاه بزرگه رو برداریم بقیهش میفته. خدا اسم بی مسماست، جهله. ادعای خدا جهله. خدا مشهور نیست. تعبیرات هم که مثلا عین القضاه گفته زمان و مکان همان خداست، که سر همین هم کشتنش، همه چیز همیشه در عالم وجود داره، زمان و مکان خدایی، و اینا هم به جایی نمیرسه. اسم بی مسماست، تموم شد. جهله. کسانی هم که طرفدارشن مبلغین و دین فروشان هستند، جهل رو تبلیغ میکنن. به قول برتران راسل، تمام این آخوندها چیزی میفروشند، بهشت و اون دنیا کسی ندیده، و چیزی رو میگیرن که همه با رضایت میبرن، نظر میکنن، بهش میدن. رسیدم به نیاز به تألیف و ترکیب. نادانی در نزد دانشمندان، بخش دومه. منظور مجهولات به جای جهل که بخش اول بحث کرد. چنین کتابی وجود نداره متاسفانه. ایشون معتقد بود که در دانشگاه ها برای اینکه غرور کاذب علمی گرفته بشه، درس جهل شناسی بایستی گذاشته بشه. چه مقدار مجهولات وجود داره. علم دین نیست که ادعا کنه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، اصلا در شکی نیست. دین با شک و تردید دشمنه. علم هم با شک به وجود میاد، انسان را شکش آفریده، وگرنه دین تبدیل به سنگش میکنه. تغییر ناپذیر. نیاز به تألیف و ترکیب و کمبود آن. چرا تألیف و ترکیب میگه؟ علم تا کنون، آغازش هم طبعا اینجوری، تا کنون با تحلیل پیش اومده. ما نیاز به ترکیب و تألیف هم داریم. راه عکسش، هر دو علمه، هر دو روش علمی هستن. دومی مشکله و توسعه علم لازم داره. متنو میخونه. توسعه معارف و یا بر اثر توسعه معارف یا بر اثر همانندی و یا تضاد موجود میان آنها و یا نقص استدلالی که ما توسعه این معارف را، یعنی معرفت ها را، شناخت ها را با او میپوشانیم پدید می آید. و سبب طرح معماهای، یعنی مجهولات عامتری، وسیعتری می گردد. و این معماهای عام، یعنی مجهولات بزرگ،
با گروه های انبوهی از وقایع و به نتیجه به ساختمان های فکری که آن را نظریه یا هیئت تألیفی می نامند مربوط می شود. یه ذره گنگ توضیح می ده. میگه ما این معماهای عام رو وقتی اینا رو گروه بندی می کنیم، با وقایع روبرو می کنیم، به یک ساختمان های فکری می رسیم که اون رو نظریه می نام. این رو الان احتمالاً در درون کتاب خواهد گفت، چون خودش فرانسویه و فرانسه هم یکی از استثنایی ترین مفاخر تاریخ ساز بشر در حد نیوتن را بیرون داده. اسمش کلود برنارده. انستیتو ناسیونال آگرونومیک که من اونجا درس میخوندم در خیابان کلود برنارده اونجاست. ایشون نه فیزیکدان ها و نه شیمیدان ها، بلکه بنیانگذار فیزیولوژی. اعضای بدن چی کار میکنه؟ قلب، کبد، کلیه. قلب رو در آورد، انداخت در یک محلول کلود برنارد، قلب شروع به زدن کرد. گفت بس مستقل از بدن، اینجوری نگه میدارم پیوند قلب میزنم. این کاراش خیلی چیز نیست. مهم اینه که کلود برنارد علوم تجربی رو طبقه بندی کرد. یعنی اون چیز رو که نوشت برش فیزیک و شیمی هم شامله. گفت اول مشاهده است. من میبینم مداد میفت. دوم آزمایش. این مشاهده را عیناً تکرار میکنه. از این دوتا یه فرضیه اولیه ساخته میشه که مداد میفت. همه چیز رو آزمایش میکنه. توسعه میدم این فرضیه رو در موارد دیگر با آزمایش های متعدد. به کجا میرسن؟ به تئوری نیروی جاذبه میرسه. تئوری علمی. مثال از فیزیک زدم. شیمی هم این دوره. بیولوژی هم 100% اونجور نیست. چرا؟ این موضوع رو میخواستم بعد توضیح بدم، الان توضیح میدم. اگر پدیده مشابه باشه، یعنی مداد یا سنگ همونه، و زمان عین هم باشه، ثانیه ها، اون پدیده میتونه با قانون علیت بیان بشه، علت و معلوم، و از یک افتادن سیب قانون جاذبه رو تضمین بدیم. وقتی هم قانون جاذبه رو شناختیم میتونیم هواپیما بسازیم که از جاذبه بلند شه، یا موشک بفرستیم قمر مصنوعی. بله. اما من وقتی روی یک میکروب، سنگ همونه، مداد همونه، ثانیه‌هاش هم همونه، در بیولوژی ثانیه ها همونن، اما وقتی روی یک میکروب یک چیز رو آزمایش کردم، اون میکروب دیگه همون میکروب نیست، مقاوم میشه. واکسن برای همین درست شد. میکروب ضعیف شده رو به بدن تزریق میکنم، بدن اونو میکشه، آنتیکورش رو در خون تزریق میکنه، میکروب قوی که میاد نمیتونه کاری بکنه. بله. پس مجبور میشیم آمار به جای علیت، علت و معلول، به کار ببریم.
در علوم انسانی، در علوم تجریدی هم علوم سه قسمه. علوم تجریدی ریاضیات و منطقه، اونجا زمان روی مطرح نیست، دو دو تا چهار. منطق هم اونجوری، انسان میمیرد از روی تجربه دیدیم. اون انسان شامل همه انسان هاست، بدون اینکه مثل دو شامل تمام دو هاست، ولی خود دو، خود دوه، مجرد از همه دوها جدا شده. تجریدی اون انسان از همه انسان ها جداست، انسان منطق. سقراط میمیرد، سقراط انسان، سقراط میمیرد در قیاس، استقرا عکسش یه چیزشه، اونجوری نیست. تمام فلزات در اثر گرما منبسط میشوند، آب در اثر سرما هم منبسط میشه، استثناء وجود داره. استثناء در استقرا دلیل قاعده است، در قیاس قاعده رو به هم میریزه. بنابراین علوم تجریدی، علوم تجربی که گفتم، فیزیک، شیمی، بیولوژی و علوم انسانی، در علوم انسانی زمان مشابه نیست اصلا. گاهن چنان خوشحال میشیم که امور گذشت زمان رو احساس نمی کن. گاهن دقیقه ها ساعت ها میگذره برای ما. روانشناسی دقیق ترین علوم انسانیه که قابل تکرار، مشابهش نه خودش. هیچ وقت هیچ انسانی برای یه مسئله یه جور گریه نمی کنه، یه جور نمی خند. دوم، علم اقتصاد. هیچ وقت بحران های اقتصادی مثل هم نیست، پدیده ها مشابه نیستن که قابل تکرار باشه. در روانشناسی هم پدیده ها مشابه هم، این هم نیستن. وقتی به حوزه جامعه شناسی رسیدیم، زمان غیر قابل تکرار، پدیده غیر قابل تکرار. یک بار انقلاب مشروطیت، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب استقلال آمریکا، انقلاب اکتبر، نمیدونم الی آخر اتفاق میفته، دوبار نمیشه. نه پدیده قابل تکراره، نه زمان مشابهه. گاهن مردمانی در عرض مثلا 100 سال، 20 سال، 10 سال حتی کاری انجام میدن که نسل های بعد در 500 سال نمیتونن. ولید ابن عبدالملکی لازمه یه امپراتوری بسازه، دومین امپراتوری دوره، 10 سال هم خلافت کرد. بله، 85 تا 95 هجری، از کاشغر چین تا مرز فرانسه. چنگیز بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر رو به وجود آورد. تا زمان کوبلای گاان رسیدن مرز آلمان از چین. هندم زیر پاش بود، گفت کوره جهنم وارد نشد گرماش. بنابراین آخرین علم، علم تاریخ، که نه پدیده ها قابل تکرارن، نه زمان مشابهه، و به قول ایرج اسکندری در تاریکی هزارها بخش مهم اون تاریخ هم از دست رفته است، نمیتونیم برگردونیم، جهل داریم، مجهول نیستن. مگر فاکت ها و مثل شواهدی به دست بیاد، اون جهل رو به مجهول تبدیل بکن و بازش بکن.
این توضیح کوتاه بلندی بود و ناچار بودم بدم، چون به قول معروف از اول میخونم و دیگه چیزه مستقیم میریم تا پایانش. توسعه معارف یا بر اثر همانندی یا تضاد موجود میان آنها یا بر اثر نقص استدلالی که ما توسعه این معارف را با آن میپوشانیم پدید میآید و سبب طرح معماهای عمتری میگردد و این معماهای عام با گروه های انبوهی از وقایع و به نتیجه به ساختمان های فکری که آن را نظریه یا هیئت تألیفی مینامیم مربوط می شود. روح بزرگترین علما بر حسب اعثار مختلف به حل فلان معادله و تألیف یا ترکیب موضوعاتی نزدیک به یکدیگر و در عین حال پراکنده و دور از یکدیگر مشغول می شود. چنانکه پروفسور ستمنوف یک روسیه کتابی نوشته، به فرانسه ترجمه شده، بشریت منتظر چه آینده است؟ وظایف تشکیل فرضیه های میدانی در فیزیک و شیمی و به انجام رساندن مطالعه کیفیات فیزیکی شیمیایی بدن موجود زنده، یعنی بیولوژی، برای علم امروز مهمترین مطلب قلمداد کرده. یعنی ما در علوم تجربی دو مشکل داریم، یکی فرضیه های میدانیه که عبارت از الکتریسیته، مغناطیس، جمع میشه الکترومغناطیس، جاذبه، نیروی بزرگ و نیروی قوی میگن، کوچک یا نیروی ضعیف. بزنید نیروی بزرگ ضعیف میاد. من دیگه نمیخوام وقت بگیرم. در درون اتمی که مانع فروپاشیدن پروتون ها هسته از هم میشه، نیروی قوی و به انجام رساندن نیروی ضعیف هم در درون خورشید و ایناست و وارد نمیشم دیگه. و بعضی از اندیشمندان از جمله دکتر فرهاد قابوسی که تز دکتراش هم روی نیروی ضعیف گذرونده در شک داره و به انجام رساندن مطالعات کیفیات فیزیکی شیمیایی بدن موجود زنده. بله اینجا چنان که پروفسور سمنوف وظایف تشکیل فرضیه میدان ها و به انجام رساندن مطالعه کیفیات فیزیکی و شیمیایی بدن موجودات زنده را برای علم امروز مهمترین مطلب قلمداد کرده است. این دو وظیفه، یعنی فرضیه میدان ها و مطالعه موجود زنده، کیفیات فیزیکی شیمیایی موجود زنده، در واقع به دو حوزه مجهولات، ایشون جهالت نوشته، باعث مجهول بنویسه، مجهولات کاملا متفاوت مربوط میشه. موضوع اول بیش از هر چیز، یعنی اون چی که به تو حوزه میدانها فیزیک و شیمی مربوطه، موضوع اول بیش از هر چیز مسئله تألیف و ترکیب معرفتها یا شناختهایی است که تاکنون به دست آمده است و در وهله اول موضوعی عقلی و دماغی است. موضوع دوم، یعنی کیفیات فیزیکی شیمیایی بدن موجودات زنده، به عکس بالاخص مستلزم معارف جدیدی است، یعنی دانش‌های جدیدی لازم داره که هنوز به دست نیامده و باید آنها را کشف کرد. با این همه وظیفه اخیر موضوعی تألیفی و ترکیبی است. من برای اینکه موجود زنده رو توضیح بدم به علم آنالیتیک تنها احتیاج ندارم. من نمیتونم از سلول ها به انسان برسم. درسته که انسان از سلول ها تشکیل شده، ولی
کل بزرگتر از جزئه، جنگل بزرگتر از درخت هاست. چیزایی وجود داره اونجا که جامعه بزرگتر از مردمانه. بله، با این همه وظیفه اخیر موضوعی تألیفی و ترکیبی است، منتها در جهتی عکس جهت وظیفه اول مطرح می شود. به عبارت دیگر این موضوع یعنی کیفیات فیزیکی شیمیایی بدن موجود زنده مستلزم همکاری و اشتراک مساعی علوم متعدد در مطالعه واقعیت پیچیده است که حالت سازمان یافته و متشکل موجود زنده را داراست. مطلب سنگینه، به هر حال موضوع هم سنگینه. نوع اول یعنی فرضیه میدانها، دنیای ماده، از این دو نوع تحقیق ترکیبی به اندازه، من عمرم اضافه کردم، عمر علم قدیم است. یعنی بشر برای پی بردن به خواص اشیا از سومر شروع شد. این همان نوع تحقیق است که به هندسه تحقیق خطی که یک امر ذهنی است، اوگلیدوسی، براهینی بخشیده که چون حلقه های زنجیر در دنبال هم قرار گرفتند. پیروزی های کوپرنیک و نیوتون، F مساوی M امپریم برده دو، زائیده جاذبه دیگه، همین نوع تحقیق است. خلاصه این همان نوع تحقیقی است که به معادلات محدود و تعمیم یافته نسبیت و نیز مکانیک موجی منتهی شده است. یعنی از بیرونی بگیرید معادله انحراف محوری زمین، ار مساوی هاش کوسینوس آلفا یک منهای کوسینوس آلفا، بله، از بالای کوه اندازه گرفت، از اون فرمول های ریاضی بگیرید معادلات درجه یک محمد موسای خوارزمی که جبر رو کشف کرد، معادلات درجه دو عمر خیام نیشابوری که درجه دوم رو کشف کرد، همه اینها رو بیارید تا نیوتن و کوپرنیک و نیوتن رو، برسید به آخرش نسبیت و البته اسم نبرده شاید به دلیل فرانسوی بودن، نسبیت معروفه، پلانک، نسبیت و مکانیک موجی و مکانیک کوانتیک هایزنبرگ. عدد پلانک ار مساوی هاشوه، ببخشید، ای مساوی هاشوه، انرژی مساوی عدد پلانک ضرب در تواتری که انجام میده. اشعه ایکس خیلی تنده، نور مرئی، مادون قرمز، ماورای بنفش تنده، مادون قرمز خیلی کنده، در حرارتی خیلی کندتره. عدد پلانک عبارت از 6,62,60,75,15. بعد تعیین کننده بود. گرفتاری در این است که تراحت و جنبه انضمامی ترکیب و تألیف های جدید کمتر از تألیف و ترکیب های قدیم است، یعنی مشکل تر شده، راحت تر نمیتونیم ترکیب بکنیم. نه تنها کسانی که آنها را بفهمند کمند، مکانیک کوانتیک رو بفهمه که
حاصل ضرب وضع کجاست؟ در سرعت مساوی عدد پلانک. عدد پلانک رو به این خاطر خوندم، نه صفر نه یک. اگه دقیقا بخوام تعیین کنم که در کجاست یه الکترون، اصلا نمیتونم بفهمم که با چه سرعتی میره. اگه دقیقا تعیین کنم که با چه سرعتی میره، نمیتونم بگم کجاست. عدم قطعیت از این توری و از این عدد پلانک بیرون اومد. یه توضیح کوتاه. گروهی هم که آنها را میفهمند، بله، گرفتاری در این است که صراحت و جنبه انضمامی ترکیب و تعلیف های جدید کمتر از تعلیف و ترکیب های قدیم است. مثل الکترومغناطیس، مثلا الکتریسیته را با مغناطیس یکی کرد. نه تنها کسانی که آنها را بفهمند کمند، گروهی هم که آنها را میفهمند ظاهرا همگی به یک نحو آنها را نمیفهمند. به بیان درستتر، نوشته های پلانک رو ننوشته، هایزنبرگ رو ننوشته، شرودینگر هم ننوشته، اینشتین، دیراک، بوهر یا بور، دوبروی، البته خیلی تلفظش دوبروی درست نوشته، نوشتنش عجیبه، دو بروگلی نوشته میشه، دوبروی خونده میشه. دوبروی را به صورتی که در کتاب های مشهور و متداول آنان دیده میشود قبول و از هر پیرو از آن پیروی می کنند، لکن در تعبیر و تفسیر آنها راه های گوناگون می روند و سردرگم می شوند، به نحوی که امروز نظریه نور مبهمترین نظریه هاست. اما تاریکی و ابهام به نظریه نور، اگر هنوز بتوانیم بگوییم که این نظریه روشن نیست، محدود نمی شود، بلکه به سراسر فیزیک خرد یعنی میکروفیزیک کشیده شده و به اصل هویت و مفهوم موجودیت جهانی نیز سرایت کرده است. سرانجام و مکان و زمان و درجه گرما و ماده و انرژی، چه تصادفی باشد چه غیر تصادفی، توده انبوه و خمیر مانندی را می سازد که عده بسیار قلیلی به تجزیه و تحلیل آن قادرند و هیچ کس نمی تواند به روشنی بکنه آنها پی ببرد. من، یعنی فراستیه، به نوبه خود پس از خواندن کتاب های بسیار که هر یک از آنها مختصر مطلبی را که خیال می کردم از خواندن اون کتاب قبلی دریافته ام، به حاشیه برد. سرانجام به این نتیجه رسیدم که این اسرار بیش از ماده از روح آدمی سرچشمه می گیرد. من نمی فهمم چرا علم در نظریه مربوط به یک پدیده تا این حد لجوجانه از قبول اصل عدم موجبیت یا همون عدم حتمیت که گفتم و اصالت سنویت یعنی دوگانگی و تعدد چندگانگی گریزان است. به نظر من بله، وحدت سیستم های معقول همواره نتیجه اراده وحدت بخش مغز آدمی بوده است و بس. یه جمله حاشیه از اینشتین بگم. اینشتین نظریه حوزه یکی شده رو مطرح کرد، میخواست جاذبه رو با الکترومغناطیس یکی کنه.
میگه این که دو نیروی جدا از هم، یکی به نام جاذبه یکی الکترومغناطیس وجود داشته باشه، برای اهل علم قابل تحمل نیست. این عادت بشری که یکی بکنه که نتونست. و تنها فایده و معنی آن نیز سهولت انکار ناپذیر تعلیم علوم ساخته شده است. در مورد علوم امور تصادفی هم چنان به آسانی و بدون تشویش آن را به نظر به منزله واقعیت ناشی از تجربه عامیانه تلقی می کنند که من نمی فهمم چرا آن را به عنوان اصل تبیین علمی مردود می شمارند، امور تصادفی رو، در حالی که همه در قبول این امر هم داستانند که سقوط پوشش سفالی بام روی سر فلان عابر امر تصادفی و اتفاقی است. معلوم نیست چرا برخورد دو پوشش بام یا دو اتم باید تابع اصل علیت باشه، چون خدا اگه علیت رو وارد بکنیم خدا میتونه مطرح بشه. در امریکا اصل عدم امریکا کشور آزادی است برای علوم، عدم علیت رو زیاد مکانیک موجی رو ترجیح میدن. چرا؟ به ذهن شاگردان عدم حتمیت عدم قطعیت بره، پایه های کلیسا به لرزه در میاد. روحیه دینی مانه بعد. معلوم نیست چرا برخورد دو پوشش بام یا دو اتم باید تابع اصل علیت باشد. در واقع همین که دو حادثه مستقل از یکدیگر وجود داشت، روابط آنها تصادفی و اتفاقی خواهد بود، منطقا و عقلا. و من نمیدانم مؤلف می نویسه چرا جز در موارد استثنایی باید آنها را دید و ثابت کرد. حالا یک اتم باید به حالات یک اتم دیگر، یا حالات یک عنصر باید به حالات یک عنصر دیگر وابسته باشد. میگه من نمیدانم چرا حالات یک اتم باید به حالات یک اتم دیگر مشابه باشه، یا حالات یک عنصر به حالات عنصر دیگر وابسته باشه. یعنی عدم حتمیت و وارد بود تصادفیه، چون حاصل ضرب سرعت در چیز یه عدد ثابت، این بالا بره اون پایین بیاد اون بالا بره، دقت اندازه‌گیری های ما هم این اصل عدم حتمیت رو مرتفع نخواهد کرد. در ذات ماده است. بیدار بشید. آیا ساده تر و مفیدتر و با روح علمی بله آیا ساده تر و مفیدتر و با روح علمی و تجربی سازگارتر آن نیست که در وصف و تبیین واقعیت محسوس جنبه غایی و اتفاقی و مشروط بودن امور را به اندازه وجود امور جبران وابسته به یکدیگر بپذیریم؟ حتما دید علمی اینجوریه. افتادن این مداد به دلیل جاذبه علت و معلولیه، چون زمان مشابه و پدیده این همه قانون علیت صادقه. وقتی مشابه نشه علیت میره کنار. دلایل و علل وجود دارن برای حادثه تاریخی، هیچ چیز بی علت نیست. جمهوری اسلامی از آسمان نازل نشد. چپ ها را بکش، دستور به شاه بود. ملی ها را بتاران، دین را تقویت کن،
رادیکال ترین دین هم که خمینیه میاد از آسمون که نازل نشد. شه و شیخ به هم وابستن دیگه، اینم مل و شاهیه، اینم عیناً همونه. اشکالش اینه که جنایت رو شاه میکرد، آخوند خیلی چیز میکرد، این جنایتکارم شده خوشبختانه. و نیز به نظر من اگر از تصور زمان و درجه حرارت به صورت امور مجزا از ماده که از جهتی به ماده بار شدن دست برداریم، بسیار به صرفه ماست. بسیار خوب نوشت اینجا رو. زیرا گمان نمی کنم که زمان چیزی دیگر جز توجه انسان به تغییر مکان باشد. داره به انشتم میگه. میزان گرما نیز به عقیده من همان استعدادی است که در ماده برای تغییر صورت وجود دارد. به یک کتاب دیگرش که هنوز اون موقعی که این کتاب چاپ شده چاپ نشده رفرانس داده. باری این بحران به هر نحو که طی شود، از میان رفتن آن با کاهش آشفتگی و اختلالی که مردم عادی البته به صورت درهم برهم احساس می کنند و امروز از ارزش علم به عنوان، من میگم تنها وسیله، ایشون نوشته وسیله وصف و فهم واقعیت اشیا و اشخاص یعنی و موجودات زنده میکاهد، همراه خواهد. اما قصوری که علم در تلقی حیات به عنوان هستی و شخصیت که تا امروز ورزیده است، هم از نظر تشکیل خود، یه بار دیگه میخونه، اما قصوری که علم در تلقی حیات به عنوان هستی و شخصیت تا امروز ورزیده است، هم از نظر تشکیل خود علم و هم از نظر اعتمادی که بشر به آن دارد، موضوع به مراتب وخیمتر از آنچه گذشت می باشد. مثلا تنها در این اواخر علم به کشف بی همتایی و شخصیت و بعدی بودن هر یک از جانداران نائل شده است. تا کنون علما واقعیت را از جهت کمترین مقاومت و بنابر رشته های تخصصی در برنامه های آموزشی به مناطق معینی تقسیم می کردن. اون موقع بیولوژی خیلی کم رشد کرده بود، ژنتیک مخصوص، 1966. نتیجه این شده است که علوم انسانی که به تازگی پدید آمده و عموماً مطالعات مربوط به آنها مراحل اولیه را طی می کند، یعنی روانشناسی و اقتصاد و جامعه شناسی و تاریخ، و به همزیستی پدیده هایی مربوط می شود که در شعاب مختلف دانش بشری طبق بندی شده است و مطالعاتی که در آن از چند علم استمداد می شود. بسیار کم صورت گرفته و در جایی هم که معمول شده به شیوه صحیح انجام نگرفته است. علم شک میکنه، عقب میشینه، پیش میره. به نحو عام میتوان گفت که علم تا کنون از واقعیت تحلیلی بوده. عموما علم ها ناچار علم تا کنون از واقعیت تعلیفی و پیچیده، از جمله در موجودات زنده که هستند، احتراز جسته است. زیرا اصول ساده موجب بودن را که در آن می جسته، یعنی علیت رو، علیت نیوتنی رو، علت و معلول رو، ارسطویی رو، در آن نیافته است.
وانگهی پیکر واحد واقعیات را شرح شرح کرده، شرح شرح هم میگن، و به صورت عناصر و اجزا در آورده است. البته هر یک از اجزا از لحاظ تحقیق مفید بوده، یعنی اون آنالیتیک ها، تحلیلی ها، لکن پهلوی همچیدن علوم ابتدایی یا مقدماتی که از این راه حاصل شده نتوانسته است علم پدیده های پیچیده مانند موجود متشکل و یا یک مجموعه را ایجاد کند. از جمله ما نتونستیم از ترکیب سلول ها موجود مرکب بسازیم. همچنان که مولکول غیر از اتم، یعنی اتم های جداگانه است، موجود متشکل یا یک مجموعه یا یک اجتماع نیز با اجزاء سازنده خود متفاوت است. این جمله معروف که کل بزرگتر از اجزاست. علم در زمان ما تنها به تازگی تا حدودی حدی به عمومیت و بدی بودن و جنبه خاص این نیروهای تألیفی و سازمانی پی برده است. هنوز همه از شنیدن این که بر اثر مختصر دخالت خارجی کارخانه مختل می شود و ماموران آتش نشانی، اینم مثال دومه، که برای خاموش کردن آتش اعزام می شوند، غالبا هنگام رفتن به محل حادثه بیش از خود آتش موجب خرابی و خسارت می شوند، تعجب می کنند. بدین ترتیب ما هنوز تقریبا از مجموعه های متشکل، اهم از جاندار و بیجان، منظور دریاها، کوهها، نمی شناسیم، عالم، کهکشان ها، بیخبریم. مشغولات زیادی در موردشون داریم، گاهن هم جهل داریم، اصلا نمیدونیم که چیه. به این معنی که بدین ترتیب ما هنوز تقریبا از مجموعه های متشکل، اهم از جاندار و بیجان، بیخبریم. به این معنی که قادر به تشخیص حدود حیات نیستیم و نمیدانیم آیا چنین حدودی وجود دارد و آیا منظومه شمسی فی المثل دارای بعضی خواص موجود زنده هست یا نه. هرچند بیش از 100 سال پیش کیر که گرد قاردم می نویسند، فیلسوف دانمارکیه، اولین اگزیستانسیالیسم رو مطرح کرد، اگزیستانسیالیسم مدرن اروپایی غیر از اصالت وجود شرقیه. بله، 100 سال پیش کیرکگارد نوشت که واقعیت اساسی آن است که با وجود انسان نسبت دارد. سارتم می نویسه که در انسان وجود به ماهیت مقدمه، منم که تعیین میکنم چه جور باشم نباشم. علم فقط به تازگی متوجه شده است که در جهان محسوس قابل حس، دیدن و شنیدن و لمس کردن، همه چیز دارای تاریخ و شخصیت و فردیت است. جبر، یعنی علیت نیوتنی و ارسطویی، فقط یک مورد استثنایی و حتی شاید تخمینی است. در ذات جهان اینجوره، عالم کوچک که با عدد پلانک کار میکنه. به هر حال باید علمی ایجاد شود، یعنی وجود نداره، که با به ارگانیسم ها و موجودات زنده، منظور به صورتی که ذکر شد، توجه دارد. از این نوع دانش تنها نکته ای که بر ما معلوم است پیچیدگی و دشواری آن، و نیز این ضرورت است که
وقتی درباره ارگانیسم یا موجود زنده آزمایش می‌کنیم، باید به مشاهده هر یک از عناصر مجموعه هم بپردازیم. دور بودن از تحقیقات ترکیبی و تعلیفی موجب عواقب وخیم فلسفی و سیاسی شده است. استالینیزم رو اشاره میکنه، ایشون شایدن ضد استالینیسته، به حق هم داره یه مقدار. چنان ادعا میکردن که مثل به قول یه نفر، وقتی من کتاب نسبیت انشتن رو براش خوندم، گفت ما در مورد شناخت ذات ماده در جهل کامل قرار دادم، گفت درس که میگفتن مثل اینکه ماده رو خودشون ساختن اومدن. انشتن میگه در جهل تاریکی مطلق، نزدیک به تاریکی مطلق قرار گرفت. دور بودن از تحقیقات ترکیبی یا تعلیفی موجب عواقب وخیم فلسفی و سیاسی شده است. در اینجا جهالت به مرز خطا نزدیک می شود و آدمی را به اشتباه می اندازد. غفلت از شخصیت داشتن و بدی بودن موجودات، غفلت از شخصیت داشتن، یعنی شخصیت جدا مطالعه بکنیم، و بدی بودن موجودات موجب ظهور و نمو مکاتب سیاسی سطحی و اجمالی شده و راه تکثیر دیکتاتوری های سیاسی را باز کرده است. وانگهی این امید فریبنده را در آدمیان به وجود آورده است که طرح‌ریزی اقتصادی و اجتماعی ساده و آسان است و یک مکتب سیاسی، منظور استالینیسم، می تواند به سهولت همه مشکلات و معضلات آدمی را بگشاید. ادعای کمونیستای روسیه بعد از لنین. به طور عام بر اثر اینکه علم نخواسته داره به نتیجه گیری میرسه یا نتوانسته است موجودات و اشیا را چنان که هستند در نظر بگیرد، به عبارت دیگر چون آنها را در مجموعه های بزرگ عالی با الف یعنی ارگانیک و دارای تاریخ تصور نکرده است، ماتریالیسم تاریخی که مارکسیستا باید بهش معتقد بودند ولی دوگم شده بودند بخششون، نه همه. به عبارت دیگر چون آنها را در مجموعه های بزرگ عالی یعنی ارگانیک و دارای تاریخ تصور نکرده است، از علم حیات بریده و از فهم وجود یعنی هستی و عالم درمانده است. موریس پاسترناک دو مخالفشون بود زمان برژنف تبعید شد و جایزه نوبل رو برد و الاخر، میره از مخالف ادبی نقل میکنه، کار غلطی میکنه، ولی به هر حال موریس پاسترناک مینویسه حیات فقط با کسانی حاضر است همکاری کنند. تو که نمیتونی بدونی آخه، شاعر، ادیب، بله، که آرزومند پیروزی و طرفدار وضع مستقر آن باشد. بدین ترتیب شاعر را کسی می‌داند که در مقابل دانشمند و به معنی دقیق‌تر در مقابل سیاستمدار که علم کنونی را قادر به هدایت حیات می‌پندارد قرار دارد. چنین سیاستمداری جز را به جای کل پنداشته، از جهان که باید آن را سرمشق خود قرار داد غافل است. نقل قول ایشونه، جهان را که باید آن را سرمشق خود قرار داد غافل است، و باز جمله اونه، و وقتی از میان هزاران چیز یک چیز را به وجود می آورد، هزار بار همان کار را تکرار می کند. نقل قول تموم شد. البته علمی مانند علم بشر که رفته رفته به ظهور می پیوندد، طبعا ناگزیر است
در آغاز کار اموری را انتخاب کند که در عالم واقع از امور دیگر مطالعه و تنظیم آن آسان تر می باشد. منطقی داره صحبت می کند. اما شاید علمی بیش از اندازه گمان کرده و ادعا نموده که اجزا را که برگزیده است بخش اساسی واقعیت است. منظورش ماتریالیست است. و شاید در این مورد هم پهنه بیکران جهالت و در عین حال ارزش خدمات خود را بشناسد، یعنی به عظمت مسئولات پی ببره و اعتراف کنه. اما مطلب اساسی این نیست که امروز میدان تألیف و ترکیب های گوناگون آگاهانه در برابر علم نمودار می شود. علم در مطالعه مطالب پیچیده ای که دیگر محکوم و مقهور جز به تنهایی نیست، خود را توانا می بیند. عصری که در آن از علوم انسانی حتی حق اینکه خود را علم بنامد سلب می کردن طی شده است. می گفتن ماتریالیسم تاریخی تموم شد، مطالعه علوم اجتماعی موقوف. در شوروی دوره استالین اینجور بود. به عکس، امکان دارد زمانی فرا برسد که در آن علوم فیزیکی را فقط یکی از موارد سرحدی علوم حیاتی بدانند. آن وقت، یعنی عالی به اصطلاح، آن وقت علم که تواضعش بیشتر و به انسان نزدیکتر شده و تصدیق کرده است که ماده و فکر و سیرورت یعنی تغییر و تحول دارای پیوستگی های عالی و ارگانیک هستند، باعث رنج شاعر نخواهد شد و دیگر داره از علم دفاع میکنه و دیگر دستخوش استهزا و ریشخند آنان قرار نخواهد گرفت. ما نتیجه آخر با لحظه ای سر و کار داریم که در آن می توانیم و وظیفه داریم در بالای نیروهای زمینی تحقیق که در صفحات پیشبان اشاره کردم نیروی هوایی را به میدان گسیل داریم که اون رو توضیح خواهد داد. تا اینجا شب و روز عزیزان به خیر باد.